پس از چند روز امنیت نسبی در کابل، شب گذشته مهاجمان مسلح ابتدا موتر مملو از مواد انفجاری خود را به دیوار دانشگاه آمریکایی در کابل میکوبد و سپس از آن دو حمله کننده انتحاری وارد ساختمان دانشگاه آمریکایی در منطقه دالنمان میشود و بر دانشجویان شلیک میکند که در نتیجه آن 13 تن کشته شده و 44 تن دیگر زخمی میشوند. تعداد 7 الی 7.5 محصل بودیجا همیشه بسیار با مهارت پلیس ما و قطعات خاص بسیار منظم ما ایره تخلیه کردیم که شما شاید صحنه بودین که این عملیات به این شکل فکر میکنم که بیخی با مو شکل مسلکیش صورت گرفت. 4 نفر بودین، یکیش خود انفجار داد و 3 زده شد از طریق قطعات خاص ملی افغانستان. این درگیری که از ساعت 7 شب چهارشنبه آغاز شد نزدیک به 11 ساعت دوام کرد. اینان همه کسانی هستند که بی‌صبرانه منتظر فرزندانشان هستند که در این دانشگاه درس می‌خوانند. پس از شدت گرفتن نبرد بین نیروهای امنیتی با هراس افغانان، نیروهای امنیتی توانستند دانش آموزان را از محل حادثه بیرون کنند. متاسفانه در شروع اول که تهاجمی‌ها داخل شده بودند، تعداد 7 نفر محصل شهید شده که 2 نفر ازی بدون ازی که مرمی یا چیز بخره و یا خود از بام پرته از امو صدای فایر و یا جام شهادت نوشیده بودن و یکی چوکیدار خود امی لیسه نابینایان که دادان دروازه چوکیدار بود او را شهید ساختن. 3 نفر پلیس ما جام شهادت نوشید. ما افتیدم شیشه را پوشیدیم افتید. بعد از او بگه تا ما پس در داخل سم شده گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته گفته است در این حمله تلفات زیادی را به امریکایی ها در این دانشگاه وارد کرده اند.